با سلام و درود خدمت همیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، کارگرانی که در اعتصاب هستند، جوانان شجاعی که در زندان ها هستند و همه انسان های شریفی که برای آزادی ایران در انقلاب ملی ایران حضور دارند. همیهنان، همکنون جلوی زندان اوین تجمع هزاران نفری برگزار شده است که هرچه بیشتر در حال افزایش جمعیت می باشد و از شما همیهنانم می خواهم روی گزارشی که آمده خدمتون عرض می کنم که هرچه بیشتر به اونها بپیوندید. نیروهای امنیتی سعی دارند که اونها رو از مردم جدا کرده محاصره کنند و نگذارند که اونها بتونن این تجمع رو گسترده تر کنند. به همین دلیل از همه همیهنان می خواهیم که همین الان هر جایی که هستن، اونایی که می توانند، حداقل در استانهای تهران، البرز، مازندران و ورامین و گرمسار و اینجور جاها که نزدیکتر هستند، برن و بپیوندن به این دلاورانی که در جلوی زندان اوین برای آزادی فرزندانشون، خانواده ها و دیگر یاران همزندانی به اونجا رفتن. این کم تقاضایی نیست، میخواد که شجاعت شما رو امتحان بکنه تا به این عزیزانی که در جلوی زندان اوین همین الان رفتن و جنبش انقلاب ملی ایران رو با شجاعت دارن ادامه میدن، ما هم ادامه بدیم. دیگه منتظر چی نشستیم؟ یه روزی میگفتیم مردم به خیابان ها نمی آیند، حالا که مردم هم اعتصاب کردن، هم به خیابان ها آمدن، جلوی زندان اوین رفتن و حکومت رو وادار میکنن که به تمام زندانی ها رو آزاد کنه. آخرین خبر من این است که تعدادی از دراویش گنابادی رو آزاد کردن. یک فیلمی درباره همین موضوع جدید دست ما رسیده، روی سایت خبرگر هست. از اتاق فرمان عزیزم میخوام که این فیلمو به شما نشون بده، مال همین الان جلو زندان اوین. همینطوری که میدونید علاوه بر تجمعات داخل کشور، صدها تجمع هم در خارج از کشور داشتیم، در اروپا، در ترکیه، در آمریکا، در کانادا، حتی در آمریکای جنوبی که کنفرانس حمایت از انقلاب ملی ایران هم در کنار دیگر کسانی که برای رسیدن به دموکراسی دارن تلاش میکنن، در سازماندهی این حضورها، این تجمعها نقش ویژه‌ای داشتن که بایستی همیهنان داخل کشور بدونن که همیهنان خارج از کشور هم با شجاعت و دلاوری در تمام شهرهایی که سفارت ننگین جائش اونجا بوده ایستادن و همه گروه ها، شورای دموکراسی خواهان ایران، احزاب سیاسی چپ و راست، جریان های انقلابی که در همه ایران وجود دارن و ما همکنون در نقطه تعیین کننده تاریخی هستیم. من خواهشی که دارم از اتاق فرمان اگه که بتونن لطف کنن در کنار این فیلمی که دیدیم یک خبر، یعنی یک ویدیو دیگه هست از اهواز که قیام هنوز ادامه دارد. 18 دی ماه قیام اهوازی ها رو هم با هم دیگه ببینیم. تا پیدا میکنه، پیدا کردید همون رو سایت خبرگر چون بله بابا شما سربازید به خدا، برید بابا. مردم نزنید بابا، مردم بیا بیا تو.
یه موضوع همزمان بتونیم تو دو تا تلویزیون اینو پیش ببریم. الان مسئله مهم اینه که جلوی زندان اوین این به اصطلاح قیامی که در پیش شده و خود به خود تبدیل به حضور هزاران نفر از هممیهنان ما شده، به خصوص در شهر اهواز هم همین الان درگیری ادامه داره و مردم نیروهای انتظامی رو فرار دادن از توی خیابونها، بتونیم یک ترکیبی از این مبارزه همگانی رو داشته باشیم. علاوه بر این مبارزات میدانی که حالا شده، ده ها سفارت هم که مردم در خارج از کشور رفتن و جلوی اونها تجمع کردن، اعتراض کردن، خواهان آزادی زندانی های سیاسی شدن و برکناری این حکومت شدن و طرح دروغین رفراندومی که حکومت مطرح کرده، عوامل استمرار طلب، ولی پاسخ اونها توسط مردم داده شد، کارگران، زحمتکشان، زنان، حاشیه نشین‌ها، فقیران و محرومانی که صف اول این انقلاب ملی ایران هستند، که اونها فریاد می‌زنند که جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. شعارها هست. اونها فریاد می‌زنند که جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. و این حرف مردم میدان است. هیچ حزب سیاسی، هیچ جناحی، هیچ اندیشه‌ای این رو حقره نکرده. این مطالبه ملی مردم ایران هست در انقلاب ملی که در پیش رو داره به پیش میره. ما از حکومتی‌ها می‌خوایم هرچه زودتر به مردم بپیوندن، تسلیم بشن و در کنار مردم قرار بگیرن. کسانی که جنایت نکردن، دزدی نکردن، دستشون به خون کسی آلوده نیست، اموال ملی رو غارت نکردن، مطمئناً مردم بخشنده و بزرگ ایران همکاری های اونها رو در دادگاه هایی که برگزار خواهند کرد و کاملا دموکراتیک خواهد بود، وکیل خواهد داشت، همه دنیا اینها خواهند دید، نماینده های رسانه ها حضور خواهند داشت، به دموکراتیک ترین وجهی این دادگاه ها برگزار میشه. پس شما مطمئن باشید حق دفاع از خود خواهید داشت، اگرم که جنایت نکرده باشید مردم میبخشنتون. دو، چون با اعدام مخالف هستیم، مطمئن باشید اعدام نخواهید شد، حتی اگر کشتار کردید زیر فشار ناآگاهی، نفهمی، منفعت طلبی و زوری که دولت یا حکومت بهتون داده بوده. همین ها به نظر من تضمین های خوبی است که هرچه زودتر شما تسلیم بشید، با مردم همکاری بکنید و این همکاری شما به نجات خودتون میانجامه و این به نظر من خیلی عالیه که شما مردم یعنی کسانی که به مردم نپیوستن، با دانستن این امکانات که وکیل خواهند داشت، دادگاه عادلانه خواهند داشت، حق دفاع خواهند داشت، فیلماشون همه جا پخش خواهد شد و با دانستن این امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفته، میتونن تسلیم بشن به مردم و بدونن اعدام نمیشن، شکنجه نمیشن. ما با اعدام مخالفیم، ما با شکنجه مخالفیم و الان که ما داریم به شما این قول رو میدیم، حداقل به نمایندگی از بخشی از مردم ایران، کارگران ایران، مزدگیران ایران، زحمتکشانی است که در این انقلاب حضور دارند. این است که خواهش و تمنای ما این است که ما همین الان بایستی که بتونیم که این کار بزرگ رو با همدیگه پیش ببریم و راهش اینه که هزینه ها بیاد پایین، کشتار نشه، آدم ها رو نکشیم، به اونا قول بدیم که به اصطلاح حتی جرایمشون عادلانه رسیدگی خواهد شد، اونا هم باورشون این باشه که ما اونا رو اذیت نمی کنیم، خیلی هاشون استعفا میدن. امروز ما یه خبر جالب داشتیم، حتی در تظاهرات بزرگ به اصطلاح کمبرا که سفارت ایران در استرالیا اونجا است، هزاران ایرانی آمده بودند و در این تظاهرات شرکت کرده بودند. جالب این است که افراد سفارت فرار کردن از سفارت خونه، رفتن بیرون خیلی هاشون، با اینکه پلیس جلوی سفارت خونه بود. موضوع اینقدر نترسید، چرا از دست مردم فرار میکنید؟ از تو اداره هاتون، از تو سپاه، از سفارت خونه بیاید کنار مردم قرار بگیرید، با مردم همراه بشید، تسلیم مردم بشید. اگر پرونده روشنی دارید که اصلا جرمی نیست، هر کیم به شما اتهام بزنه در دادگاه عادلانه رسیدگی میشه. اگر هم جرمی کردید، بالاخره تاوانشو بدید، ولی تاوان دموکراتیک، انسانگرا و آزاد، با حق اینکه ما بتونیم شما رو محافظت بکنیم.
بگیم آقا اینا به موقع به مردم پیوستن، تسلیم شدن، جلوی کشتارها رو کم کردن و این خودش خیلی کار بزرگی میتونه باشه که ما با همدیگه بتونیم این کار رو واردش بشیم. یعنی قبل از اینکه حکومت رو براندازی بکنیم، بیشتر نیروهای بیگناه، نیروهایی که خلاف نکردن، نیروهایی که آدم نکشتن، نیروهایی که سالمن، دستشون به خون مردم آلوده نشده، اونها بتونن بیان و به مردم تسلیم بشین. الان ببینید کمیته های انقلاب ملی در حال شکل‌گیریه، داخل کشور، خارج کشور. میتونیم با تکیه بر این کمیته های انقلاب که اداره کننده هستن، با تجربه هستن، از تمام تسلیم شدگان محافظت میکنن، مراقبت میکنن تا اینکه انقلاب پیروز میشه و دولت تشکیل ملی ایران تشکیل میشه با نمایندگان همه احزاب چپ، راست، دموکراتیک و حتی جریان های مختلفی که هر 10,000 نفر هم. حتی اگر یک نفر رو نماینده کنن میتونه بیاد تو مجلس مؤسسان و مجلس ملی بزرگ به نمایندگی از اونها حضور پیدا کنه. وقتی به این دموکراتیک آینده کشور اداره بشود، شمایی که دارین تسلیم میشین مطمئن باشه که شامل حال شما هم این دموکراسی، حقوق بشر و این انسانیت خواهد شد. هر چه زودتر به صفوف ملت بپیوندید شماها، هم به سود خودتونه، هم به سود مملکت، هم به سود آینده ایران. با هزینه کمتری ما موفق میشیم، پیروز میشیم، کشور رو در راستای بازسازی نوین قرار خواهیم داد، ایرانی آباد، ایرانی آزاد رو با هم خواهیم ساخت. شما هم که به موقع تسلیم شدیم، به ما مردم پیوستیم، مطمئنن وضعیت بهتری خواهید داشت به نسبت اون کسانی که بیهوده و احمقانه پای این حکومت بیستن و تا روز آخر جان خودشون رو به بازی بگیرن و اون وقت خب گیر مردم بیفتن. ما که نمیتونیم از اینجا کنترل کنیم، تیکه پارتون شاید بکنن، زن و بچه هاتون رو به این ببرن. خشمی که تو مردم خیلی وحشتناکه. ما میخوایم شما رو از خشم مردم نجات بدیم، بپیوندین، اعلام کنین، از تو سفارتخونه ها، از تو ادارات، از تو ارتش، از تو سپاه، بدونی که بدنه همین الان در همین ارتش هست، در همین سپاه هست، تو همین بسیج هست، در تمام نهادهای دولتی بدنه وجود داره که همین الان به انقلاب ملی ایران، به مردم ایران پیوستن. و شما میبینید در وضعیت جهانی هم دیگه این حکومت اون پشتیبانی سابق رو نداره. نه آمریکا پشت این حکومت میاد، نه کشورهای دیگه. به هر حال من فکر میکنم که ما میتونیم با همدیگه این راه جدیدی که پیدا شده رو با هزینه کمتر، با خیلی سرعت بیشتر، بدون اینکه هزینه وحشتناک جنگ یا دخالت خارجی به وجود بیاد، خود ما مردم ایران این بار به میدان آمده ایم. شما هم قبول نداریم، بیان تسلیم بشید به مردم، تحویل بدید مراکز قدرت رو. همین الان در داخل ایران صدها نفر هستن که میتونن نمایندگی بکنن. تسلیم بشید، فرصت بدید که کشور رو با هم بسازیم. نترسیم، نترسیم، ما مواظب شما هستیم. این شعار جدید ما به دولتی ها میدیم، چون شعار قبلی و مردم تکمیل کردن، گفتن شما باید بترسیم، ما همه با هم هستیم. ما حالا به شما میگیم حتی شما دیگه نترسید، ما مواظبتون هستیم، به شرطی که بیان تسلیم مردم. این یک فرازی از اون بحثی است که ما داشتیم، میخواستیم شما گوش کنید. یک بحث دیگه هم ما داریم که مهم هست، بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم، که این بیانیه پشت سر هم از طریق سندیکاهای مختلف، اتحادیه‌های آزاد و مستقل صادر شده، اعتصابات شروع شده در اصلویه، در پارس جنوبی، در خوزستان، در ببخشید هپکو، در آذراب، نیشکر هفت تپه و سندیکالیست های شرکت واحد هم که نصفشون که به اصطلاح بخش خصوصی هند و حقوقشون رو ندادن، اونها هم الان دو روزه اعتصاب رو شروع کردن. یعنی اعتصابات کارگری هم داره سراسری میشه در کنار اعتراضات سراسری مردم. گام سوم همین سیویل رزیستنس یا مقاومت مدنی است که خوشبختانه این مقاومت داره با قدرت بسیار زیادی پیش میره. همین که جلوی زندان اوین رو مردم خالی نمی کنن. من میخوام یه خواهشی کنم از اتاق فرمان، زحمت بکشن بیان روی سایت خبرگر و بیان روی اینجایی که بیانیه
تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابونی هست، این فایل رو باز کنن تا هممیهنان این بخش از صحبت من رو که خیلی تخصصی با یکی دیگر دوستان ایجاد کردیم رو بشنون. بله، همونجا بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم، داد کنید فایل رو باز کنید مردم ببینن و بشنون. منصور اوسانلو، فعال کارگری از واشنگتن هستیم. آقای اوسانلو، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بسیار متشکرم که دعوت منو پذیرفتید. خواهش میکنم، درود بر شما و بینندگان محترم. آقای اوسانلو، تشکل‌های مستقل کارگری هم پیرامون اعتراضات خیابانی مردم بیانیه دادن. اگر میشه کمی در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدید و اینکه به نظر شما این گونه بیانیه ها و حمایت ها میتونه چه تأثیری بر روحیه مردم معترض داشته باشه؟ بله، همانطور که شما گفتی، تشکل های مستقل کارگری، سندیکاها، اتحادیه‌ها و بخش های دیگری که به عنوان کمیته های هماهنگی و کانون های متفاوتی همه به هم پیوستن و این بیانیه های سراسری که صادر میشه، دقیقا به این دلیل است که اکثریت کسانی که در این اعتراضات و در این انقلاب ملی ایران شرکت دارند از طبقه کارگر هستند، از طبقه مزدبگیران هستند، مالباختگان هستند، جوانان و دانشجویان فارغ التحصیل بیکار هستند و زنان و دخترانی که در این سالها سرکوب شدند و به هیچ کدوم از خواسته های خودشون دست پیدا نکردند. به همین دلیل است که صدور چنین بیانیه هایی که برآمده از مجموع تعقل و اندیشه و خردورزی خود این طبقات است و تقریبا عملگراترین و روشنفکرترین افرادی که جنبه کار تشکیلاتی سندیکایی و اتحادیه‌ای رو انتخاب میکنن و در این تشکل ها گرد آمدن و از حالت پراکنده و موجی شکل و احساسی خارج شدن و یک کار سازمانیافته کارگری رو مطابق استانداردهای بین المللی در این سندیکاها، اتحادیه ها، کانون ها و کمیته ها دارن انجام میدن، یعنی عملا بازخورد و بازپس دادن اون آرزوها، اون مطالبات و اون نیازهای کسانی رو که در خیابانها امروز هستن، در میدانها هستن، کشته دارن میشن، زخمی میشن، دستگیر میشن، بیان میکنن. به همین دلیل انتشار چنین بیانهای سراسری که ما داریم تلاش میکنیم با تمام قوا اسامی تعداد بیشتری از این سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل رو با هماهنگی زیر این بیانیه مشترک بیاریم، چون علاوه بر این بیانیه ها گاهی میبینیم بیانیه کاملا مفهومش، کلماتش هم با همین بیانیه که ما الان داریم از داخل منتشر میکنیم یکسان است، فقط مثلا دو تا سندیکا یا سه تا اتحادیه دیگه یا یک کمیته های دیگه منتشر میکنن، ولی مفهوم و حتی کلمات بسیار بسیار 90 درصد. آقای اوسانلو، در متن بیانیه خواسته های بسیار بزرگی مطرح شده. به نظر شما این خواسته ها در قالب این چارچوب سیاسی که ما از نظام حکومت ایران جمهوری اسلامی سراغ داریم قابل تحقق هست و به نظر شما نظام در نهایت کوتاه میاد و به این خواسته ها پاسخ مثبت میده یا اینکه نه؟ تصور من این است، به نظر میاد که این خواسته ها بزرگن، در صورتی خواسته ها کاملا واقع گرایانه هستند، در چارچوب استانداردهای بین المللی رعایت حقوق کارگران، دانشجویان و مردم هستند، در زیر مجموعه ای از حتی خود قانون اساسی حکومت پلید قرار می گیرن و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر. این که این حکومت آنقدر سقف آرزوها و سقف مطالبات و سطح زندگی رو در ایران پایین آورده که ما این درخواست‌های برحق و کاملا معمولی رو در سطح بالایی میبینیم، بیانگر این است که این حکومت نمیخواهد که به این خواستها پاسخ بدهد و دیدیم که در خود بیانیه هم آمده که تا لحظه ای که ما کارگران و ما مردم به این مطالبات نرسیم و این دانشجویانی که فرزندان ما هستند و الان در این میدان ها آمدن در کنار ما کارگران، معلمان، مزدبگیران، زحمتکشا، این خواسته ها رو نگیریم پس نخواهیم نشست. فکر میکنم انقلاب ملی ایران نهایتا به براندازی نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی میانجامد. البته سوال من بیشتر متوجه از این منظر بود که چون ساختار سیاسی ایران موافق با حالا جوامع بین المللی نیست و خیلی از چیزهایی که اونها دارن برای ما یک آرزو و رویا است. امروز خبری هم داشتیم که کارگران شرکت هفت تپه نیشکر مجددا باز هم گفته میشه که تمام کارگران
اعتراض کردند و اعتصاب کردند. اون تجمعات رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید الان نیشکر هفت‌تپه بیشتر از 3-4 سال هست درگیر یاران ما. سندیکای نیشکر زیر فشار شدیدی بوده، کارگران رو دستگیر دائما کردن، کتک زدن، اخراج کردن، ولی ببینید نه سندیکا پس نشست و نه مطالبات فرو نشست، چون این مطالبات واقعی هست. نان شب هست، حقوق از دست رفته هست، بیمه از دست داده شده هست، کاری است که من 5 ماه کار کردم مزد نگرفتم. در آخرین این تجمعات شما دیدید حکومت، فرماندار، رئیسای کارخونه قول دادن که این مطالبات واقعی رو بدن. الان دوباره اون مطالبات رو ندادن و به همین دلیل اعتصاب سراسری با حضور 1500 نفر از شاغلین و حدود 2000 نفر از بازنشسته‌ها در شهر شوش دوباره آغاز شده و یک توان همین مسئله چقدر میتونه منعکس کننده این واقعیت باشه که اگر حکومت حتی به معترضینی که در خیابون‌ها هم اومدن اگر به اونها وعده‌ای بده، وعده رو خیلی سریع بشکنه اون وعده‌ای که میده و بهش عمل نکنه. ببینید ما همین الان داریم میبینیم به خاطر بدقولی ها و دروغگوی هایی که حکومت دائما کرده، به خصوص در مقابل طبقه کارگر ایران و مزدبگیران ایران، به این روز افتاده. چرا؟ چون فساد سازمان یافته که در این حکومت هست، غارتگری ملی رو در بر داشته. در نتیجه اینا حقوق کارگر، معلم، مال باخته، پول مردم رو خوردن و رفتن، این پولا رو به خارج از کشور فرستادن و نمیتونن به این مطالبات پاسخ بدن. به همین دلیل این اعتصابات به هم پیوسته تر خواهد شد در کنار اعتراضات و مقاومت مدنی، نهایتا به براندازی و سرنگونی این حکومت خواهد انجامید. با توجه به اقتصاد بسیار ضعیفی که از حکومت ما سراغ داریم، در این مثلا در این بیانیه اومده که حقوق کارگران رو چند برابر افزایش بدن، اصلا این قابل تحقق هست به نظر شما؟ ببینید این که قابل تحقق است برمیگرده به اینکه حکومت در مقابل قانون کار خودش، قانون اساسی خودش چقدر مسئولیت پذیر است. اصل به اصطلاح 43 قانون اساسی میگه حکومت مکلف است خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و شرایط زندگی معمولی و اشتغال هر ایرانی و فرد مکلف است. همچنین در خود قانون کار ماده 41 میگه دستمزدها حداقلش باید طوری باشه که زندگی یک خانواده 4 یا 5 نفره رو کاملا تأمین کنه. الان با مای 4.5 میلیون تومان هم به خاطر گرونی وحشتناک و قیمت دلار که 4400 تومان بالا رفته، با حقوق مای 900 هزار تومان ببخشید آب خوردن هم نمیتونه کسی بخوره. به همین دلیل نه تنها حکومت بدهکار است که باید عقب افتادگی های اینا از سالهای قبل بده، مسئله ما کارگرها این نیست که تو میتونی بدی یا نه. اتفاقا نکته جالب همینه، چون حکومت اومده خط فقر رو من فکر کنم 850 تا 900 هزار تومان در نظر گرفته. ما با دوستان نشستیم محاسبه کردیم، حتی اگه یه خانواده بخواد مثلا نون و پنیر فقط بخوره باز هم به کفاف نمیکنه این حقوقی که اینها، این خطی که اینها تعیین کردن. خب شما اجاره خونه رو هم بهش اضافه کن. درسته. دیگه میمونه به همین دلیل این خواسته بر حق، اگر که حکومت دزد، غارتگر، پولای مردم رو دزدیده، خارج از کشور برده، حقوق همین مدیران نیشکر هفت‌تپه، این افشار و فتیان پور و اسد بیگی دزدن، اینا رو اون دفعه کارگرها آوردن فیلماش پخش شده، همین دنیا دیدن، قول دادن، یعنی کارگرها اینا رو محاکمه کردن و اینا بازدیده قولشون زدن. صحیح. به همین دلیل تصور من اینه این خواسته بر حق، حتی اگر حکومت نمیتواند این خواسته رو بدهد، کارفرمایان، همین کارفرمایان نیشکر هفت‌تپه، کارخونه رو تحویل کارگرا بدن، برن گورشون رو گم کنن. کارگرا مهندسی خودشون بلدن اداره کنن و به سوداوری هم برسونن. نصف بیشترش دزدی و سوء استفاده که تو کشور ما در همه واحدهای اقتصادی داره میشه به این روز افتاده. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از وقتی. بله شکر میونه کلامتون باشه جناب مهرپور عزیز. مهمترین موضوع اینه که الان 3 عنصر اساسی ما باهاش برخورد داریم در تکمیل شدن این انقلاب ملی و دموکراتیک مردم ایران. 1، اجتماعات خیابانی که با قدرت تمام داره ادامه پیدا میکنه. 2، اعتصابات کارگری که خوشبختانه 5 روز پیش با حرکت قدرتمند کارگران اصلویه و سپس پارس جنوبی، پالایشگاه گاز کنگان، کارگران رام هرمز و رامشیر، سپس کارگران نیشکر هفت‌تپه که از 3 روز پیش
اعتصاب قدرتمندشون رو شروع کردن، به علاوه کارگران هپکو، کارگران آذرآب و کارگران شهرداری های اهواز و تقریبا بیشتر کارگرای صنایع فولاد اهواز که در این تظاهرات ها نقش رهبری رو دارند. پس ما الان از اون سه عنصر اولیه پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک که الان پیش داریم، اینه مردم ایران، دو عنصر رو داریم. عنصر سوم قبل از همه شروع شده. این توضیح منو خوب دقت کنید، بعدا به همدیگه بگید. اینا یک تحلیلیه که میتونه پیوند به هم بزنه که ما پیروز شیم، این بار خیلی سریع هم پیروز میشیم. عنصر سوم همینه که دوستان نشون میدن، سیویل رزیستنس، یعنی مقاومت مدنی، که حالا تمام جمعیت مدنی علاوه بر اعتراضات، علاوه بر اعتصابات کارگری و حتی اعتصابات معلم ها و بقیه گروه های اجتماعی که دارن اضافه میشن، همین مقاومتی که الان ما تو تهران در 7 منطقه داریم، منطقه نیروهوایی، نارمک، رسالت، خزانه، نظام آباد و زندان اوین، که از دیروز این تظاهرات های موضعی سرعتی سازماندهی شد توسط عیاران معیشت و بازنشسته های با تجربه که از دهه 60 موندن و دارن این سازماندهی ها رو از پشت مشاوره میدن، تقویت میکنن. هیچ کس هم اینا نمیشناسه، همه گمنامن. دلیلش چی بود؟ دیروز جناب میپور، احمق بودن حکومت ولایت فقیه، ببینید کجاست، بخندین خستگیتون در بدی، روزا روز خنده ماهاست. این حکومت احمق اومده میگه آقا ما یارانه نمیدیم، مردم هم به عشق همین یارانه زدن بیرون، گفتن حالا که نمیدیم ما میایم میدون. خزانه یا اول شروع کردن، بعد نیرو هوایی، بعد رسالت، بعد نارمک. یارانی هم که جلوی زندان اوین بودن، ما براشون بیانیه دادیم، خودشون هم بیانیه دادن، گروه های دیگه هم دادن. امروز از صبح دوستان ما از کرج، از رودهن، از بومهن، از ورامین، از شرک اندیشه، از گرمسار راه افتادن تهران جلوی زندان اوین. نصف اینا هم که از رودهن اومدن جزو همین درویش ها، درویش و کارگر و سیاسی و چپی و دانشجو، همه به هم گره خورده. یعنی سیویل رزیستنس که ما میگیم اینه. الان این عزیزان نزدیک 1 هفته جلوی زندان اوین پدرها، مادرها، خانواده ها وایستادن، میگن آقا زندانی سیاسی آزاد باید گردد، بچه های ما رو آزاد کنین، برای چی بچه های ما رو گرفتی زندانی میکنی؟ که خوشبختانه با پیوستن یاران از دراویش گنابادی و پس از اون بقیه هموطنا که از فضای تلگرام دارن سازماندهی میشن میان، اونا هم پیوستن، من به جرئت میتونم بگم الان تظاهرات جلوی زندان اوین اون سیویل رزیستنس اوکراین ما میتونه باشه. یعنی اینجا حلقه شکل گرفته، حلقه دوم شکل گرفته، نیروهای امنیتی اومدن خونسا کنن نتونستن، محاصره کردن، نیروهای جدید که پیوستن این امنیتی ها رو تو خودشون غرق کردن. امنیتی ها الان میترسن، یعنی اون محاصره مدنی که ما میگیم داره صورت میگیره، مامورای امنیتی لای جمعیت گیر میکنن. شما ببینید جلو زندان اوین پاسبون چماق به دست دیگه نداریم، اسلحه به دست دیگه نداریم، اینا دارن تسلیم میشن همشون پشت سر هم. ما همین الان آمار بسیار زیاد پیوستن ها داریم، خودتون تو تلگرام ها دیدین صدها نفر اومدن کارتای بسیجشون رو آتیش زدن، به جنبش پیوستن، به انقلاب پیوستن. این آقای با شجاعت دهباشی دیدید الان تو تلگرام خبرگر هست، به بچه ها میگن بیارن رو سایت، با لباس مرتب منظم جلو دوربین خودش رو معرفی میکنه، کارت بسیجش رو آتیش میزنه، میگه من به جنبش مردم پیوستم، من به این انقلاب ملی پیوستم، قیافش هم جلوی دوربینه بدون ترس. یعنی موقعی که نیروهای امنیتی دارن بدون ترس به جنبش میپیوندن، فرو ریزش نیرو خیلی زیادتره. ما چند تاشو که عکس و فیلمش میاد یا این کارتاشون رو بسیج ها میسوزونن داریم میبینیم. اگه چشم من اشک میاد یا اذیت میشه همینا ببخشید، گریه شوق یکیش، دومیش من 24 ساعت هم کار میکنم، چشم توی مانیتور ها اینا حساس شده، هی اشک چشمم میاد، با شما رو راستم اینا رو هم توضیح میدم.
جناب مهبود شما ادامه بدید قسمت رو، فیلم های زیادی هم داریم، نشون بدید، تکمیل کنید عرض بنده رو به مردم ایران. حالا ما ادامه برنامه که داریم اینجا پیش میدیم، مسئله مهمش اینه که ما بایستی بتونیم همزمان با هم تظاهرات خیابانی رو، هم اعتصابات رو و هم این سیویل رزیستنس هایی که به وجود میاد، یعنی هزاران نفر میان دور هم جمع میشن، صدها نفر میان یه جایی تجمع میکنن رو افزایش بدیم، تعدادش رو برسونیم به هزاران هزار تو از این تجمع ها و اعتراض ها. دیگه وقت فرصتی نیست از دست بدیم، همه چی دست ما مردمه، هر چه بیشتر بیایم سقوط این حکومت زودتر اتفاق میفته. یه گزارش هم داریم از بازداشت شدگان اعتراض خیابانی که این عزیزان ما 3 نفر تو زندان تا حالا کشته شدن و 1 نفر هم حکومت نامرد نمیگه که چی شده. جوانانی که متاسفانه تو زندان اینا شکنجه زدن، تو درگیری کشتن و حالا میگن اینا خودکشی کردن، یک چرند بی‌معنی. جوانی که در خیابونا میاد میجنگه، جلو تیر و توپ و تفنگ وای میسه، این از چیزی میترسه که بخواد خودش رو کشه؟ این چرندیات این حکومتی که ما باور نمی‌کنیم. هر قطره خونی که از چشم عزیزان ما جوانان میاد به گردن شماست و این خون رو از شما ما میگیریم. روزی محاکمه عادلانه میشید، اون نگهبانایی که کتک زدن، اون کسایی که جنگ پاسخ بدن، دیگه دور شما تمام شده است. من میخوام اتاق فرمان خواهش کنم یک یا ویدیوی از تظاهرات و یا یک ویدیو تصویری از سرودهای انقلابی خوبی که این روزها تلویزیون اندیشه داره بذاری تا من بتونم چشمم رو درمان کنم، قطره بریزم، تا 5 دقیقه دیگه، چند دقیقه دیگه بیام خدمت شما. ما میتونیم همین الان که این تصاویر رو میبینیم به تغییر شعارها و تغییر مواضع هم دقت کنیم. از جمله این که ما میگیم چی؟ شما باید بترسین، ما همه با هم هستیم. شما باید بلرزین، ما همه با هم هستیم. پس ما دیگه نمیترسیم با هم هستیم، اونا میترسن چون ما دیگه با هم هستیم، ما پیروز خواهیم شد چون گره خوردیم به هم دیگه. علاوه بر این، ما بحث دیگه که داریم اینه که الان جدیدن بعد از اینکه این جنبش انقلابی رشد کرده و یک فرایند مهمی رو داره طی میکنه، این فرایند سرنگونی کامل حکومت هست، پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک مردم هست، برای اولین بار همه شعارها لائیکه، همه شعارها سکولاره، اصلا شعار دینی رو مردم راه نمیدن، الله اکبر و این مسخره بازی هم تموم شده، رفته به کارش. کسانی که به میدان آمدن هم دموکراسی خواهن، آزادی خواهن، هم عدالت خواهن، هم ایران دوستن، میهن دوستن و میخوان ایران عزیز بهترین کشور دنیا بشه که بتونه به دنیا خدمات کنه، علاوه بر این که بر خود ما مردم ایران داریم خدمات میدن. حالا اینا توطئه جدیدشون چیه؟ وقتی موج نیرومند ما رو میبینن، آمدن یه عده علم کردن که رفراندوم. اوکی، این توطئه رفراندومیست که اگر در درون حکومت بخواد انجام بشه مثل بقیه رأی‌گیری های حکومت خواهد بود. وقتی که مثل بقیه رأی‌گیری های حکومت خواهد بود، عملا نتیجهش هم به سود حکومت خواهد بود، مثل تمام انتخاباتی که حکومتیات این سالها برگزار کردن هیچ فرقی نخواهد کرد، فقط اسمش رو بلا شیوهش ولایت فقیه، شورای نگهبان، وزارت کشور و مردمی که انقلاب کردن هیچ کاره خواهند بود. به جاش ما میگویم رفراندوم بعد از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، رفراندوم بعد از سرنگونی نظام ولایت فقیه، رفراندوم بعد از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی. آره، ما طرفدار رفراندومی هستیم که به دست خودمون نظارت نهادهای بین المللی جهانی سازمان ملل حقوق بشر و همچنین با حضور اجرایی خود ما مردم، نه با اجرا و قوه مجریه وزارت اطلاعات یا وزارت کشور جمهوری اسلامی. جناب مهپور، بحث رو من دارم از بحث شما دنبال میکنم
شناخت توطئه‌های مختلف حکومتی ها در شرایط فعلی، که این سه بخش رو که ما توضیح دادیم یه بار دیگه میگیم: یک، اعتراضات خیابانی که کماکان به شکل‌های مختلف ادامه دارد، هی عوض میشه تو پارک‌ها، تو خیابونا، تو میدونا، شب روز. این وضعیتش چیه؟ حکومت رو فرسوده میکنه، چون ما هی بهمون به ما مردم هی اضافه میشه، ریزشی های حکومت به ما اضافه میشن، مردمی که تا الان باور نمیکردن، بی تفاوت بودن، دارن به ما اضافه میشن، کارگرها اعتصاب میکنن میان تو خیابون به ما اضافه میشن، معلم ها کاری الان شما دیدید دانش آموزای کوچولو کوچولو میرن شعار میدن مرگ بر خامنه بیناموس. من خنده مردم، این مرگ بر خامنه بیناموس این بچه‌ها کجا پیدا کردن؟ و برای من خیلی جالب بود بچه‌ها با چه خشمی خامنه اینو میگن، و دانش آموزان الان دارن بر علیه حکومت تظاهرات میکنن، شعار میدن، نه دانشجو دیگه، دانشجو تو سطوح رهبری این انقلاب دارن قرار میگیرن. پس این دائم آمدن ما، خسته کردن حکومتی ها و فرسوده کردن اینا. امتیاز ما چیه؟ مثل اشکانیان، یه روز صبح میایم، یه روز بعد از اون میایم، یه روز نصف شب میایم، یه روز هفت شب میایم، یه روز این میدون میریم، یه روز اون میدون، یه روز جلو زندان اوین، یه روز زندان گردش کرج رجای شهر، یه روز جلو زندان ها میایم، یه روز جلو مجلس، یه روز جلو مجلس، شب تو محله ها چراغ خاموش میکنیم، تو محله ها تظاهرات. یعنی حکومت رو در مقابل تاکتیک های گوناگونی که قرار میدیم فرسوده میکنیم. بازی دست ماست، برگ دست اونا، به دنبال ما باید بدون. کما که شما پریروز دیدید وقتی اومدن میدون انقلاب و چهارراه ولیعصر رو بستن، ما گفتیم آقا بریم به شرق تهران، شروع شد نیروهای هوایی و نارمک و حفظ تظاهرات راه افتاد، کل نیروهای حکومت آچمز شده بودن تو میدون انقلاب و چهارراه ولیعصر و هفت تیر رو به سمت میدون آزادی. یعنی تاکتیکای بازی این با دست ما مردمه، چون دیگه حکومتی نیستیم، مستقل هستیم، آزاد هستیم، آزادی خواه هستیم، تاکتیک های مبارزمون هم خودمون تعیین میکنیم. دیگه لنگ فکر اتاق فکر اصلاح طلبان حکومتی نخواهیم بود. پس در این توطئه‌ای که داریم میگیم و امتیازات روشامون رو که میگیم، اون نیروی انقلابی برنده میشه که از اصل غافلگیری، سرعت، ضربه زدن و قدرت چی؟ مانور در امور تشکیلاتی و تغییر وضعیت استفاده بکنه. از یک شیوه ما فقط استفاده نمی کنیم، از شیوه های مختلف، ترکیبی از تمام شیوه هایی که تو این دو سه سال تو تلویزیون ها گفتیم، تو برنامه ها گفتیم، دیوار نویسی، شعار نویسی، بالون هوا کردن، بادبادک هوا کردن، تظاهرات موضعی، تظاهرات سنتی، تظاهرات گسترده، تجمع و چادر زدن که میشه سیویل رزیستانس، همه اینا. ما الان پای میخ چادر خودمونیم جناب مهرپور. ما الان چادر مال ماست، میله میخ ما زدیم، با شما یه روزی صحبتشو کردیم دیگه، این الان همونه. یعنی مردم رفتن جلوی زندان اون چادر رو زدن، وایستادن، بقیه هم دارن اضافه میشن. حالا این توطئه رفراندوم رو ما باید شکست بدیم. توطئه ایست که از درون اصلاح طلبان نفوذی حکومت در بین جنبش‌ها و مردم نفوذ کردن، راه دادن، ما بهشون راه دادیم، گفتیم تا موقعی با مردمیان ما بر علیهشون هیچی نمیگی، الان هم اسمون اشخاص رو نمیاریم، ولی میگیم این پروژه‌ای که اینا دادن، رفراندوم در درون شکم نظام ولایت فقیه، مثل یکی از همین انتخابات‌های حکومتی است. نظر شما چیه؟ تصور من اینه که ادامه این جنبش و مبارزه که ما داریم میکنیم بعد از شکستن توطئه رفراندوم اصلاح طلب ها میشه چی؟ رفراندوم بعد از سرنگونی. وقتی رفراندوم ما بعد از سرنگونی انجام بدیم، اون وقت در اختیار خود احزابه، در اختیار کمیته هاست، در اختیار به اصطلاح شوراهای انقلابیه، در اختیار سندیکاهای کارگریه، همه چیز در اختیار خودمونه. از نهادهای بین المللی هم دعوت میکنیم به عنوان ناظر میان. وقتی اینا به عنوان ناظر اومدن، دیگه بین الملل هم ما رو قبول دارن. در نتیجه اونجا حالا نه فقط آقا یا این یا اون، نه، هر کسی هر چیزی رو دوست داره همون رو بنویسه، بعد میشمونیم چه تعدادی بیشتره. حدودا عجله هم نیست، چون یه مملکت دست خود ما مردمه. ساختار گذار رو هم در همین احزاب، شوراها، کمیته‌های محلی و حضور خود مردم در مدیریت محله هاشون، چون همه همدیگر رو میشناسن، غریبه نمیتونه اونجا به خرابکاری بکنه،
تجربه هم در سال 57 داشتیم که سنگرهای خیابونی رو خودمون میچیندیم، اسم و فامیل مینوشتیم و همه رو نوبتی می آوردیم، در نگهبانی از محل، مدیریت رو مغازه ها، نظارت بر بازار سیاه که بازار سیاه نشه. خود ما مردم با این تشکیلاتی که همین الان داریم این تظاهرات ها رو راه میندازیم، این اعتصاب ها رو تو کارخونه راه میندازیم، این تجمع ها رو میذاریم گرد هم با همدیگه قشنگ هماهنگی، همین سازمان دهندگان میشن سازمان دهندگان اجرایی به اصطلاح حکومت آینده و دوران گذار که بدون خونریزی، بدون درهمریزی توسط خود ما مردم و سندیکا و کمیته و اتحادیه‌هامون اداره میشه. یه عده میترسن آقا بعدش چی؟ بعدش چی؟ خودمون هستیم، اداره میکنیم، تشکیلات داریم، صدها تشکیلات داریم، NGO داریم، سندیکا داریم، حزب داریم. همین سندیکا میتونه شرکت واحد و سندیکا شرکت واحد اداره کنه بدون مدیرای دوز. ایران خودرو خود کارگرها اداره میکنن بدون مدیران دوز. حالا اسمی از ایران خودرو کارگرها آوردم، یه خبرم داریم درباره کنفدراسیون حمل و نقل عمومی به نام کوپ در ایتالیا که خواهان آزادی صحابی و دیگر کارگران زندانی شدن. خب اتاق فرمان ما چند دقیقه فرصت داریم؟ بله. خب امروز فعلا در انتهای وقت قرار گرفتیم، با همدیگه بایستی یک جنبندی خلاصه داشته باشیم. یک، حضور در تظاهرات. دو، هر جای کار میکنیم، کارگر، کارخونه، اداره، مدرسه، هر جا اعتصابات رو راه بندازیم، کمک اعتصابیونی که الان اعتصاب کردن بشیم. سه، سیویل رزیستنس ها رو تقویت بکنیم، یعنی هر جایی که یه گروه میان تجمع میکنن به اونها بپیوندیم تا هزاران نفره بشه، نیروهای حکومت رو حذف میشن تو ما، گم میشن تو ما، ما اونجا رو به دست و زندانی ها رو آزاد میکنیم. الان هم مهمترین جا یکی زندان گوهردشت کرج که باید بریم زندانی ها رو آزاد کنیم، دومیش که الان هم تو میدونن زندان اوین که بپیوندیم به اونها، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، همه زندانی ها از زندان اوین بیاریم بیرون. بعد از این همین قضیه رفراندومی که در اصل رفراندوم اصلاح طلبان حکومتی است و ما اونو قبول نداریم و میخوایم تبدیل بکنیم به رفراندوم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد با حضور همه ایده ها اندیشه، یکی جمهوری دموکراتیک دوست داره، یکی لیبرال، یکی سوسیال، یکی کمونیستی، یکی بیدینی، یکی بادینی، ولی برابر حقوق همه میتونن رأی بدن. ببینیم اکثریت به جناح مثلا سوسیال دموکراسی میره، به جناح چپ میره، به جناح راست لیبرال میاد، به جناح سلطنت طلب میره، به جناح مشروطه خواه میره، رأی آزاد میشه، همه اینا تبدیل به حزب میشن، با هم رقابت میکنن، در کنار هم قرار میگیرن. پس حرف ماها، کارگرها، زحمتکشا، زندانیا، زنا، مردا، دختران شجاع که بلا کشیدیم سالا چیه؟ رفراندوم بعد از سرنگونی، اتحاد، مبارزه، پیروزی. ما پیروز خواهیم شد. بدرود.